سلام، حمیدرضا طاهری هستم و تو این قسمت میخوام در مورد حلقه فور رو خاتمه بدم و حالا هر چیزی که در موردش هست، مثالایی که هست رو بزنیم. اولین کاری که میکنم یه دونه پروژه میسازم، یه دونه فایل 22.py. چندین مثال که قبلش گفته بودیم در مورد حلقه فور، ولی این دفعه میخوایم در مورد یک تابه صحبت کنیم و بعد توی حلقه فور اون رو صدا بزنیم. اون تابه رنج هست. تاب رنج شما میتونید باهاش چیکار کنید؟ میتونید یک حلقه رو مثلا بگید رنج توی پرانتز 6 6 بار تکرار بشه، 10 بار تکرار بشه، یا اینکه شما یک شروع و یک پایان داشته باشید. مثال میزنم، یک حلقه رو میخواین مثلا از 2 شروع شه تا 6 ادامه پیدا بکنه، یا اینکه یک حلقه میخواین داشته باشین که از 1 شروع شه تا 10 و هر بار 2 تا 2 تا 3 تا 3 تا یه دونه بره جلو، یعنی یک گام حرکت داشته باشه. حالا همه اینها رو توی مثال کامل در موردش توضیح خواهیم داد. حالا این تابع رنج شما در نظر بگیرید که 3 آرگومان میتونید توش داشته باشه، که یکیش ورودی استارت هست، یکی از ورودی دیگه استاپ هست و بعدی استپ، یا در از همون گام حرکتی که توی مثال کامل متوجهش خواهید شد. یادتون هست که ما لیست داشتیم، میام یه دونه لیست اول تعریف میکنیم بعد توی حلقه فور اوکیش میکنیم. مای لیست برابر هست با مثلا همون اسم میوه که داشتیم، سیب توی مثال های قبل بود، موز، پرتقال. خب این لیست ما میخوایم توی حلقه فور بیاریمش، بگیم فور ایکس این اسم لیستمون که مای لیست هست. یه دو نقطه هم آخر حلقه فور میذاریم فراموش نشه. بگیم هر بار پرینت شه چی پرینت شه؟ ایکس پرینت شه و میاد داخل این حلقه یکی یکی درون ایکس قرار میده و توی خروجی چاپ میکنه. من این رو ذخیره میکنم، یه دونه ران میگیرم، هر ستاشو برای من چاپ کرد. این رو بلد بودیم و توی مثالای قبل، توی جلسات قبل در موردش گفتیم. حالا میخوام بیام چیکار کنم؟ من این رو دیگه نمیخوام، این رو گفتم که چون میخوام ازش استفاده کنم، میام یه دونه حلقه فور درست میکنم، میگم فور ایکس این دفعه میگم چیکار کن؟ بذار اینم پاک کنم کامل، از نو بنویسم فور ایکس این رنج پرانتز باز. حالا این بار میام میگم رنج مثلا همون شیشی که گفتیم، 2 نقطه، میاد چی کار میکنه؟ میگیم پرینت کن ایکس رو. این رنج که 6 گذاشتیم، یعنی گفتیم که تا 6 برو جلو. اوکی، ایکس ما توی حلقه فور این رنج چی کار میکنه؟ از 0 استارت میخوره، از 1 نیست. تا 6 برو جلو، میگه 0 1 2 3 4 5، یعنی 5 بار این حلقه چرخش داره و ادامه پیدا میکنه. من ذخیرش میکنم، ران میگیرم، 0 1 2 3 4 5. این یک مدل استفاده از رنج بود و ما متوجه هم شدیم که از 0 استارت میخوره. حالا میام یه دونه میگم چی؟ میگم از 2 استارت بخوره و تا 6 ادامه پیدا کنه، یعنی این میشه، این ورودیه میشه استارتمون، این میشه استاپمون، از اینجا شروع شه و تا اینجا ادامه پیدا بکنه و پرینت کنه ایکس. من این رو ذخیره میکنم، ران میگیرم، 2 3 4 5، از 2 اومد و تا 5 ادامه پیدا کرد، چون از 0 هست. بچه‌ها این هم نکتهش رو در نظر داشته باشید. حالا میام یه دونه ورودی دیگه هم بهش میدم، میگم از 2 شروع شه تا 6، حالا یکم عددش بزرگتر کنیم، تا 20 و هر بار 3 تا 3 تا برو جلو. پس این شروعشه، این پایانش هست و این گام حرکته، یعنی که 3 3 3 3 هر بار جمع میشه و میره جلو. اول مثلا 2، بعد 2 به اضافه 3 میشه 5 5 5 به اضافه 3 8، همینجور ادام پیدا میکنه. من ذخیرش میکنم، ران میگیرم، 2 5 8 11 14 17، این حلقه هر بار با گام 3 تا 3 تا حرکت میکنه و میره جلو. اگه من این رو بکنمش 2 2 تا 2 تا میره جلو و این میشه گام حرکت. سومین چیزی نزدم، همشو کامل زد. بسخواهی میکنم، این رو میکنمش مثلا 2 2 تا 2 تا رفت جلو. پس شما از تابع رنج شما متوجه شدید که میتونید گام استارتشو، استوب و استپ حرکتش رو کنترل کنید با این کار و یک حلقه درست کنید. حالا بچه ها، حلقه فور یه دونه else هم میتونه داشته باشه، یعنی که شما
مثلا این عملیات رو که انجام داد، خاتمه این عملیات با else میتونید یک دستور دیگه هم داشته باشین. یعنی اگر کل حلقه کامل تکمیل شد، فینیش شد، شما یک دستور دیگه اجرا کنید، مثلا بگید که با موفقیت اوکی شد عملیات، مسئله حل شد، مثلا یه همچین چیزی درست بکنید. حالا میام چیکار میکنم؟ میگم که همین حلقه فوری که من دارم پرینت کنه x رو. در غیر این صورت دو نقطه، چه اتفاقی بیفته؟ یه دونه پرینت دیگه میزنم، میگم توی این پرینت شما بنویسید اوکی، فینیش، اند، هر چیزی که دوست داشتید. من این رو ذخیره میکنم و ران میگیرم. 2, 4, 6, 8, 10، یعنی این خاتمه پیدا کرد و بعد نوشت اوکی. حالا برای اینکه صحت این رو بیشتر درک بکنیم که همین جوری اومده انجامش داده، حالا اگر اینجا یه خطایی رخ بده یا یک بریک بخوره، حالا بریک هم مثال بزنیم، این اوکی نشون میده یا نه. پس من یه دونه بریک هم برای حلقه فورم توی الس به کار میبرم تا ببینم نتیجه چی میشه. میگم حلقه فور من همینه، از 2 شروع شد تا 20، 2 تا 2 تا برو جلو، پرینت کن. خب پرینت میکنه تا اینجا اوکی. حالا من میخوام این دفعه دیگه این پرینت چیکار کنه، یه شرط بذارم، بگم اگر این x ما که این باشه، درست، این x ما برابر شد با 12، من اینجا تو خروجیم 12 دارم، اوکی 12 دارم، اگه به 12 رسید این else این چی بشه، ببخشید، بریک شه، دو نقطه بریک. من این رو ذخیره میکنم، بریک یعنی به 12 که رسید خاتمه پیدا کنه، حلقه دیگه ادامه پیدا نکنه. پس اگر به 12 رسید، بریک شد، این else دیگه نمیرسه. استارت 2, 4, 6, 8, 10، 12 رسیده، دیگه پرینتش نکرد. اگه پرینت بالا بود اوکی بود، 12 هم چاپ میکنه، ولی الان چون پایینه این پرینتر هست، به 12 که رسید دیگه به این نمیرسه، چاپ نمیکنه، بریکش میکنه، پس به else هم نمیرسه، پس با موفقیت هم تمام نمیشه. اینم از بریک. حالا ما یه چیز دیگه داریم به نام حلقه های تو در تو. حلقه های تو در تو شما میتونید بریم سراغ همون لیست. میگم مای لیست یک من برابر هست با همون سیب و موز و پرتقال. این مای لیست من هست. یه دونه مای لیست دیگه درست میکنم، حالا هر چیزی میتونه باشه، میخوام دو تا لیست رو با دو تا حلقه فور ترکیب کنم با هم دیگه، مثلا تو خروجی چاپ بکنه. این مای لیست شماره 2 من مثلا رنگ باشه، میگم رد باشه، حالا اونجا فارسی فینگلیش نوشتم، اینجا انگلیسی نوشتم و دیگه خودتون ببخشید، اینجا مثلا بلو باشه و اینجا یلو. چیکار کردم؟ یلو. این دوتا لیست رو من دارم، اوکی، تا اینجا کاری دیگه نداره. حالا میخوام حلقه های فور تو در تو رو بهتون بگم. ما دوتا حلقه میایم با هم دیگه اوکی میکنیم، یه حلقه خارجی حساب کنید، یه حلقه داخلی. میگم for x in، اسم لیست اولم چیه؟ my list 1، دو نقطه. میام درون اون حلقه for، میگم یه for دیگه تعریف میکنم، میگم for، این دفعه دیگه x که نمیشه، y، در my list شماره 2، دو نقطه. چه اتفاقی بیفته؟ پرینت کنه x و y. من اگر این رو اجرا کنم، میاد یک بار x رو یه دونش رو میگیره سیب، اینجا یه دونه y میگیره میشه رد، میشه سیب رد، بعد میشه سیب بلو، بعد میشه سیب یلو، همینجور ادامه پیدا میکنم. بعد تازه میره سراغ دومی موز، میگه موز رد، موز بلو، موز یلو. من این رو ذخیرش کردم و الان ران میکنم، سیب رد، سیب بلو، سیب یلو، به همین ترتیب اجرا میشه. یعنی اول حلقه خارجی یکی از آرگومناش، یکی از ورودیاش چاپ میشه، حلقه دوم که وای باشه همش چاپ میشه، به همین ترتیب تا مرحله آخر ادامه پیدا میکنه هر چقدر لیستمون باشه. این میشه حلقه های تو در تو، نستد لوپس. اگر به درک درستی که رسیدید که هیچ، اگر نرسیدید حتما تمرین کنید که کامل حلقه فور توی
ملکه ذهنتون بشه و کامل بلدش بشید. هر مسئله و مثال ریاضی که دیگه شما فکرش کنید تقریبا با این تا اینجای برنامه نویسی پایتونی که یاد گرفتید قابل حله. یعنی شما حتی اصولی هم که نخواهید غیر اصولیش میتونید یک مسئله ریاضی رو با همینها حلش کنید. مثلا ماتریکس هم که شما حساب کنید میتونید با این حل کنید. حالا هر مسئله ریاضی که فکرش کنید، نه اون پیچیده ها ولی خیلی از کارا رو میتونید با این حل کنید. پس حتما تمرین داشته باشید، مثال ها رو مرتب تمرین کنید، کد بزنید، سعی کنید روی صفحه هم نگاه نکنید، خودتون خودجوش که ارور بگیره، بعد خودتون ارور رو حل کنید، نه اینکه برگردید بیاید داخل اون آموزش و حتما نگاه کنید و حفظش کنید ببینید چه اتفاقی افتاده، دوباره برید اون کار کنید. این که خودتون مسئله رو حل کنید به اون درک مسئله برسید خیلی بهتره. ممنون که تا اینجا با من بودید. اگر این ویدیو براتون مفید بود لایک و کامنت فراموش نشه، حمایت خیلی بزرگیه برای ما. با لایک و کامنت هایی که شما میذارید ویدیو من بیشتر دیده میشه و این انرژی خیلی زیادی به من میدید. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.